امروز می‌خوایم با این چند تا تیک چوب و روکش‌هایی که داریم و این تیغه که داریم یه رنده دستی چوبی بسازیم. رنده که می‌خوایم بسازیم تقریبا اندازه این رنده کوچولیه که می‌بینید. تقریبا ابعادش رو می‌خوام به طول 14 سانتی متر بگیرم، پهنا رو به اندازه 4.5 تا 5 سانتی متر بگیرم و یه مقدار روی قسمت‌های جلوش تزئینات انجام بدم. کاملا سیستمش با این رنده‌های فلزی فرق داره. این رنده‌ها کاملا تنظیمات پیچیده دارم و اون رنده که ما می‌خوایم بسازیم رنده چوبی ساده‌ای هست. تنظیمش هم خیلی راحته و بسیار شکیل و زیباست. من اندازه‌مو می‌خواستم 14 بگیرم، طولشو یه مقدار بیشتر می‌گیرم. بعد در نهایت قطع میشه. همونطور که دیدیم ما چوبگیری ها رو انجام دادیم. دو تا چوب گرفتیم به پهنای 5 سانتی متر، طول 14 سانتی متر که 14 رو یه مقدار باز بیشتر گرفتم که در انتها بشه 14، ضخامت گرفتم 17 میلی متر. دو تا 17 میلی متر که کنار هم دیگه قرار چسبیده بشه، اما بین اونها از روکش های تزئینی میخوایم استفاده کنیم. این دو تا چوب ما تیر است. من یه تیره بین دو تا روکش قرار میدم که یه سفید و وسطش تیره باشه و این دوتا رو اینجا قرار میدم. این شکلی رنگ ها متضاد همدیگه میشن و بعد از رنده خوردن جلوه خیلی زیبایی خواهد داشت و به حالت به این اصطلاح میگن سزهکاری. همینطور برای کناره ها دوباره من روکش در نظر گرفتم. کناره های رندمون تیره است، دوباره یه سفید، یه تیره و یه سفید در نظر گرفتم براش و برای طرف دیگرش هم همینطور. به این صورت قطعات رو باید با همدیگه بچسبونم. اما قبل از اینکه به همدیگه بچسبونم این دوتا دیواره رو با همدیگه آماده میکنم. این دوتا روکش ها چسبیده میشه و کنار قرار میگیره. این قسمت میانی هم به همدیگه چسبیده میشه و آماده میشه و اینجا ما باید زاویه 45 درجه یا 35 درجه رو برش بزنیم و این بین رو خالی بکنیم. بعد از اینکه خالی کردیم این دوتا قطعه رو بیاریم کنارهاش بچسبونیم که این قسمت خالی برای قرار گرفتن تیغه باشه. پس روکش ها رو بچسبونیم و بعد ادامه مراحل رو با هم دیگه انجام بدیم. بعضی قطعات رو با هم دیگه چسبوندیم، باید دورشون رو دور بکنیم و این اضافات رو بگیریم. من این کار رو با سنباد دیسکی انجام میدم. اگه سنباد دیسکی نداشتین اینا رو با کاتر بگیرین و بعد با تخت سنبادی یا شیشه سنبادی بزرگی که دیدین سنباد شست بچسبونین و رو اون پرداختتون رو انجام بدین. من زاویه قرار تیغه رو از این قسمت روی زاویه 35 درجه قرار میدم که از قسمت 1/3 شروع میشه. تکیه گاه رنده ما توی 1/3 عقبه، توی 1/3 رنده است، یعنی جایی که تیغه قرار میگیره توی 1/3 و تکیه گاه ما قسمت پشت رنده میشه در واقع. برای همین من تیغه رو از اینجا در نظر میگیرم و با زاویه 35 درجه اینجا قرارش میدم، اما زاویه که باید دستگاه ببندم و برش بزنم زاویه 55 درجه است تا زاویه 35 درجه برای من بمونه. پس من تقسیم بر 3 میکنم، جاشو به دست میارم و برش رو روی 55 قرار میدم. این سمت میشه زاویه قرار تیغه من که تیغه روش قرار میگیره، اما قسمت بعدی که مقابلش قرار میگیره این قسمته که میخوام زاویهشو کمتر کنم، جایی که پوشال خارج میشه تا بتونم یه رنده جمع‌وجور رو خوشگل رو بسازم.
من زاویه این قسمت رو روی 30 درجه میذارم ببینم که خوب در میاد یا نه، چون این قسمت دیگه فقط برای خروج پوشاله و به زیبایی کارم بیشتر بستگی داره. شکل. پس تیغه اینجا قرار میگیره، زاویه 35 درجه است. من زاویه تیز کردن تیغه رو بین 25 تا 30 درجه باید تیز بکنم زاویه تیغمو، و این قسمت هم که جایی که پوشال خارج میشه، این روی گوه قرار میگیره که تیغه رو نگه داره، و این دوتا قطعه کنار این جا قرار میگیره که بتونه رنده رو کامل کنه. من باید این قطعات رو با هم دیگه اول بچسبونم، از انتها اینا رو با هم همرو میکنم و روی یه MDF اینا رو به هم میبندم. فقط فاصله گلوگاهی که برای تیغه هستش اون داخل این قسمت، من یه فاصله 6 تا 7 میلیمتری قرار میدم برای اینکه تیغه از اونجا قرار بگیره و پوشال خارج بشه. برای اینکه بتونم یه جوری این رو برن دیگه سر نخورن، این دو تا قطعه رو چسب میزنم و روی این MDF میبندمشون از بالا، و بعد این قطعه از بغل گیره میبندم. خب من میخوام اندازه طول تیغه رو بردارم، از این قسمت مترم رو قرار میدم، 8 سانتیمتر تا اینجاست، من حدودا 10 تا 11 سانتیمتر میگیرم که بعد با تیز کردن و تبدیلاتش بتونم تیغه رو تو جاش قرار بدم. پس 10 سانتیمتر در نظر میگیرم و بعد تیزش میکنم. عرض کارمون رو هم میتونیم از روی این گوبهی که در اومده بگیریم که 3 و 6 هستش. ما از 3 و 6 هم باید ذره جمع‌تر بگیریم که تیغه راحت تو جاش قرار بگیره. تیغه که داریم تیغه ارلنگ هستش که جنسش HSS و فولاد برنده است و مناسب برای این کار هستش. این تیغه را از تراشکاری ها میتونیم تهیه بکنیم. من طولشو 10 سانتیمتر در نظر میگیرم. قبل از اینکه اینجا رو برش بزنم باید دندونه ها رو برش بزنم، صاف بکنم، کارم در بیاد، برای اینکه تکیگاه هم اینجاست میتونم هم گیره ببندم. این کار که انجام دادم بعد برش نهایی رو میزنم و تیغم رو تیز میکنم.
من با یه سنباده نرم 400 دارم اینو سنباده میزنم که این قسمتشو کاملا پرداخت کنم و کارمون خوشگل بشه. گوه کار هستش که قرار روی تیغه قرار بگیره و تیغه رو تو جاش نگه داره. این قسمت ها رو زیاد نمی کشم که کارمون زبر بمونه بتونه خوب کار رو نگه داره. من اندازه عرض رندمون رو می زنم 5 سانتی متره که حالا قراره که پرداخت کنیم و کمترش کنیم. پس اینجا میام یه مفتول برنجی رو به اندازه 5 سانتی متر برش می زنم. این مفتول برنچیمون ضخامتش 8 میلیمتره. پس من با حدمته 8 میلیمتر باید یه سوراخ ایجاد کنم که این مفتول توش قرار بگیره و گوبه زیر اون بره تا تیغه رو نگه داره. من سطحش یه مقدار خشدار میکنم که نگه داشتن چوبش خیلی راحت بشه. شما به جای این مفتول میتونید از چوب هم استفاده کنین، یعنی از یه دوبل 8 استفاده کنین که گیرایش نسبت به این گیرایش برای نگه داشتن این گوبه خیلی بیشتر هم میشه. حالا با برم قطعات رو دورباری کنم، صافش بکنم و بریم برای اینکه جایگزینی کنیم این مفتول رو و فرم دهی ادامه کار. من تیغه رو تو جاش قرار میدم به این صورت و گوبرم میذارم اینجا. قبل از اینکه فرم بدم میخوام جای پینش رو مشخص کنم و بعد برم برای فرم دهی. گوبر اینجا قرار گرفته، من خط روش رو میکشم و قسمت بالا رو به این صورت علامت میزنم که بتونم از قسمت بیرون جای گوبر رو مشخص کنم. ادامه خطمون مشخصه، از اون سم مشخصش میکنیم، بیرون خطمون رو میکشیم که جای گوبر مشخص بشه و بتونیم پین رو مشخص کنیم که کجا سوراخ بشه و قرارش بدیم. از قسمت پایین اینجا میفته، قسمت بالا اینجا. من این دوتا خط رو به هم وصل میکنم اینجا و اینجا. اینجا محلی هستش که گوبه قرار گرفته. من باید این پین برنجی رو جایی بزنم که دقیقا بالای گوبه باشه و گوبه با فشار بره زیرش. گوبه همونطور که میدونی یه حالت مثلثی داره و اگر من این برنجی رو دقیقا روی خط قرار بدم، گوبه با پایین رفتن تیغه رو به سمت کف هل میده و تیغه سفت میشه. من جای گوبه رو اینجا در نظر میگیرم. ضخامت گوبه، ضخامت پین 8 میلیمتر که 4 میلیمتر میشه مرکزش اینجا. ما اینجا مته 8 میزنیم و این پین رو با چسب داخلش میزنیم. فاصله که در نظر گرفتم از کف 2 سانتی متره تا اینجا. بعد میخوام یه فرم به این کار بدم. حالا شاید پشتش رو گرد بکنیم و از اینجا به این صورت
یه فرمی به این صورت بدیم. من این چوب رو داخل گذاشته بودم اینجا که زمانی که با مته کار رو سوراخ میکنم این داخل وقتی مته رد میشه خرابش نکنه، یعنی نکنه، قلبه کنش نکنه و این قطعه هم سوراخ بشه. این قطعه دقیقا فیت کارمون بود، داخل قرار گرفته و مته از اونجا عبور کرد. همینطور که میبینین کار تمیز و عالی در اومد. حالا تیغه اینجا قرار میگیره و گوه روی اون. خب رنده ما حاضره به این شکل، فقط کافیه که الان یه فرمی بهش بدیم و خوشگلش بکنیم. خب رنده کوچولوی ما آماده است و تیغش هم جا زدم و حدودی تنظیمش کردم که فقط برای اینکه بتونیم لبه کار رو بگیریم شکل. میبینی که بار قوی هم برمیداره. به این صورت Thank you.